السلام علیکم بیننده های گرامی، برنامه تلویزیونی اخبار است از تلویزیون تاجیکستان. در استودیو با شما همرزی عبدالمجید. بساط بنیادکاری و اقدام های سازنده در شهر دوشنبه مطابق با معیارهای شهرسازی معاصر راه اندازی گردیده است. مورد برابرداری قرار گرفتن انشاءات اجتماعی و ماموری، استحصالی، باغهای فرهنگی و فراغتی، بناهای استقامتی، موسسه‌های تعلیمی، درمانگاه و بیمارخانه‌ها، مجموعه‌های نو، تالارهای ورزشی از رشد بی‌سابقه سازندگی‌ها در پایتخت جمهوری شهادت می‌دهد. در همین زمینه باغهای فرهنگی فراغتی و کوچه و خیابان‌ها در شهر دوشنبه با شنوندن نو و نمادهای گل و بوته‌ها از جمله گل لاله، دلفریب و نظرآبو گردیده است. در باغی فرهنگی فراغتی کل جوانان امسال صدها بیخ گل لاله و صدبرگ شنونده شد که به این موضع استراحتی و مکان دوست داشته ساکنان و مهمان پایتخت زیباگی دیگر زم نموده است. گزارش خبرنگاران ما. برای سرسبز و خرمگردونی در حدود باغی فرهنگی و فراغتی کلی جوانان زیاده از 500 بیخ درختان نادر سویافکن آرایشی شنونده شده است. امسال در حدود باغی مذکور نوهای گلهای موسمی از جمله 35000 بیخ گل لاله شنونده شده و موضع حسن و تکرار زم نموده است. در موسم امسال صدها بیخ گلهای لاله و صدبرگ شنونده شده است که این موضع به یک مکان دوست داشته ساکنان و مهمانان تبدیل یافته است. همه روزه به اینجا ساکنان و مهمانان آمده از هوای و طبیعت دلفریبش حلاوت میبرند. برای سیر و گشت و استراحت در باغ کل جوانان تمام شرایط فراهم آورده شده است. برای استراحت ساکنان و مهمانان گوشه علاهیده طبیعت کشور و عالم وحوش تشکیل کرده شده. هیکلچه های قهرمانان افسانه ها و حیوانات حدود انشاءات مذکور را دقت جلب کننده نمودند. در باغ فرهنگی فراغتی کل جوانان میدانچه برای بازی کودکان و نورسان بنیاد و برای مشق های شناوری و سیاحت در آب 20 قایق زمانوی دسترس کرده شده است که از این شرایط فراهم آورده شده تب ساکنان و مهمانان بخصوص کودکان و نورسان بولیده می شود. شامگاهان باغ فرهنگی فراغتی کل جوانان با چراغ های رنگا، فاوره‌های دلفریب و نوهای گوناگون گل و بوته‌های آرایشی و ساز زیبا و نظرآبا می‌گردد. وسعت بی‌سابقه تدبیرهای آبادانی و سازندگی در شهر دوشنبه طی سال‌های اخیر امکان فراهم آورده است که با بنیاد و نوسازی انشاءات گوناگون سیمای پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه کلان تغییر یافته، در موضع‌های زیاد فرهنگی و فراغتی برای ساکنان و مهمانان خدمت‌رسانی با صفت به راه مانده شود. در کوتاه‌ترین مهلت کوچه و خیابان‌ها موضع‌های فرهنگی و فراغتی و گلگشت‌ها در شهر دوشنبه کاملاً نو سازی شده، برای برگزاری چورابین‌های گوناگون فرهنگی و فراغتی نیز شرایط مساعد فراهم آورده شده است. بسیاری تدبیرهای آبادانی توسط اقدام‌های دست‌جمعانه در ناحیه وخش با مقصد سهم گذاشتن در تعمیر و نوسازی راه‌ها و دیگر انفراستراکتور یاری‌دهنده در ناحیه وخش در دایره اقدام یکجای حل می‌کنیم ساکنان به حشر برآمدند. گزارش خبرنگاران ما از ناحیه وخش. با اقدام کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان تحت اکسیه حزب یک جای حل میکنیم، امروز خود در شهر و نواحی ولایت کارهای آبادانی وسعت بخشیده میشوند. در همین دایره بهر استقبال سزاوار جشن سی سالگی استقلالیت دولتی مملکت از ایان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه وخش در همکاری با نفران سخاوت پیشه و آبادگرا و ساکنان محل مقصد کردند که برای بهگردانیدن حالت راههای ماشینگرد حدود ناحیه سهمگذاری نمایند. زمین برگزاری اکسیه حزبی یک جای حل میکنیم در دهه زفرآبادی جماعت 20 سالگی استقلالیت 2 کیلومتر راه ماشینگرد سنگ فرش کرده شد. در همین زمینه با دستگیری تشکیلات ابتدایی حزبی خواجگی تخمی پروری کلوب جماعت 20 سالگی استقلالیت ناحیه وخش زیاده از 2 کیلومتر راه حدود جماعت با استفاده از موم تعمیر جاری کرده شد. در ادامه کارهای سازندگی بخشیده به استقبال جشن پر افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 دهه زفرآباد ناحیه وخش با سهمگذاری ساکنان محل ساختمان بنای ایلاوگی تعلیمی که عبارت از 10 سیمفونه میباشد ادامه دارد. تصمیم گرفتن که یک بنای بسیار زمانوی و خوش ساخت مؤسسه تعلیمی ساخته به استفاده دهند تا اینکه طالب علمانی دهه های گرد و اطراف دهه به مشکل آمده تعلیم و تدریس گیرند. با گفته ساکنان برابر مورد استفاده قرار دادن بنای ایلاوگی مؤسسه مشکلات نارسایی جای نشست برای چند سال دیگر برطرف می‌گردد. خبرنگار صاحب نظر پرویز سفرف از ناحیه وخش برای برنامه اخبار.
ادامه برنامه اطلاعاتی اخبار. وارد شدن تکنولوژی زمانوی امکان فراهم آورد که اهالی از خدمات رسانی های بهتری طبی بهره ور شوند. در این برابر آماده کردن متخصصان بلند اختصاص چون طلبات اساسی باقی میماند. گزارش خبرنگاران ما. توجه دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان و وارد نمودن تکنولوژی زمانوی به بهتر شدن خدمات رسانی های طبی امکان فراهم آورد. در بین بعد نیز تامین پیشرفت ساحه مورد توجه دائمی قرار دارد. در این برابر آماده کردن متخصصان بلند اختصاص چون طلبات اساسی باقی میماند. این نقطه ضمن چورابینی در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا ضمن چورابینی با مناسبت روز عمومی جهانی سلامتی گفته شد. امروز طبیبان تاجیک در تمام دولت های دنیا کار و فعالیت کرده ایستادند. دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان با چندین دولت های دنیا امروز مبادله علم کرده ایستاده است و که این باعث می گردد به پیشرفت کار در دانشگاه و تربیه خوبی نسل نوراست. چورابینی در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان در دایره هدف‌های جهت بهره‌ور نمودن اهالی از خدمت‌رسانی‌های باز هم بهتری طبی تحت عنوان فراگیری عمومی به خدمت‌رسانی‌های طبی در جمهوری تاجیکستان صورت گرفت. تامین دسترسی عمومی به تشخیص و تبوبات گپاتیت‌های ویروسی، فعالیت طبیبان طبی اویلوی و دیگر پهلوهای وابسته به تشخیص و تبوبات در چورابینی با شرکت نمایندگان سازمان عمومی جهانی تندرستی و متخصصان ساحه مورد محاکمه قرار گرفت. با برگزاری همین گونه چورابینی‌ها و اندیشیدن دیگر تدبیر ها در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان هدف بر آن روانه کرده شده است که متخصصان بلند اختصاص آماده و پیشرفت منبعی ساحه نیز تامین کرده شود. موضوع دیگر، در دایره معرکه گسترده دعوت بهاری نوازکران به ارتش ملی در همه شهر و ناحیه مملکت چورابین های ترغیباتی دایر گردیده، جوانان با حس بلند وطن دوستی به طور اختیاری به کمیسریات های حربی حاضر می شوند. گزارش خبرنگاران ما. محترم امام علی رحیم در روز سفربرکنی نوازکران به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در شهر لیوکان چورابینی تنتنوی دایر گردید. مسئولین شهر دعوت شدگان را نسبت به سری وقت حاضر گردیدنشان برای اجرای خدمت مادر وطن اظهار سپاس نموده، ابراز داشتند که خدمت در صف قواهای مسلح شرف و افتخار برای هر یک جوان مرد است. همزمان در این روز سابقه داران جنگ و مهنت، شخصان روزگار دیده و فعال ناحیه و والدین دعوت شدگان با سخنهای پرمحتوا و پندامیز خویش به نو کاران خدمت صادقانه و صاف دلانه را تمنا نمودند. مراسم انعنوی نانگزان از جانب مادران دعوت شدگان در سطح بلند به راه مانده شده، همزمان از جانب مسئولین شهر به نو عسکران تحفه ها تقدیم کرده شد. ضمن سخنرانی ها گفته شد که سال سال با فراهم گردیدن شرایط های ارزنده خدمتی در جزء تام های ارتش مملکت و به راه ماندن کارهای ترغیباتی و فهمانیدهی، جوانان با روحیه بلند افتخار از دولت صاحب استقلال برای حمایت مرز و بوم آن سری وقت برای خدمت مادر وطن آماده می گردند. ما شهر فضل‌الفتو امروز با کمیسریات حربی اومده میخواهم که خدمت مادر وطن رو ادا نمایم. قابل ذکر است که برای حمایت آرامی و آسودگی شهروندان، مرز و بوم و صلح و استقلالیت، هزارها نفر سربازان و افسران شجاع و دلیر در صف ارتش سربلندانه ادای خدمت می نمایند. با چنین آرزو و نیت های نیک، والدین و دیگر دوستان و نزدیکان دعوت شدگان در شهر لیوکان تحت صوت و نوای برنامه فرهنگی هنرمندان بخش فرهنگ شهر شادی و خرسندی میکردند. جوانان اختیاری از جماعت های شهرک و دهات ناحیه شهر توز برای ادای خدمت مادر وطن حاضر گردیدند که به این مناسبت در میدان مرکزی ناحیه با اشتراک مسئولین، سابقه داران مهنت و پدر و مادران و نزدیکان دعوت شدگان چورابینی برگزار گردید. در این جماعت وابسته به بهتر گردیدن شرایط های بود و باش و خدمت سربازان و افسران در صف ارتش ملی اندیشرانی صورت گرفته، هوسمندی و اشتراک جوانان برای خدمت در قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان باعث دستگیری ارزیابی گردید. زیرا حفظ وطن، حمایت منفیات های دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعوی آن وظیفه مقدس هر فرد وطن دوست میباشد. در وضعیت مناسب به آن نفرانی که در روند کارهای ترغیباتی و فهمانیدهی، تشخیصی و معاینه طبی دعوت شدگان سهم گذاری نموده اند با سپاسنامه ها قدرشناسی گردیدند. بخش فرهنگی هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه باشد تابی به هم آمدگان را خوش و بالیده گردانید.
خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری برای هر یک جوانی وطن دوست قرض شهروندی و شرف و افتخار می باشد. این است که جوانان زاده دوران صاحب استقلالی کشوری عزیزمان همیشه بهر آن تلاش می ورزند تا وطن خود را دوست داشته، بهر پایداری صلح و ثبات و حفظ مرز و بوم تاجیکستان محبوبمان صداقتمندانه سهم ارزنده خود را گذارند. جوانان سنی دعوتی جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه نوراباد برای خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری به کمیسریت حربی حاضر شدند. در صحن بنای کمیسریت حربی به مناسبت روز دعوت شونده چاره‌بینی خاطرمان با شرکت مسئولین مقامات محلی، تشکیلات و اداره، والدان نوازکران، دانشجویان کالج کسب‌آموزی و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی برگزار گردید. در آغاز چاره‌بینی مسئولین مقامات محلی از غمخواری های رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بابت تربیه جوانان سخنرانی کرده، خدمت در صف ارتش ملی را برای جوانان ناحیه نوراباد مکتب جسارت و مردانگی و قرض شهروندی معنی داد کرده. در این ردیف هر یک جوانی وطن دوست را ضرور است تا برای حفظ مرز و بوم کشوری عزیزمان همیشه آماده باشند. از جمله قید گردید که سالهای آخر شماره جوانان اختیاران به خدمت حربی افسوده استاده است که این عمل از مسئولیت بلند شهروندی آنها شهادت می دهد. در این روز ده ها نفر افسران قسم های نظامی در چاره‌بینی روز دعوت‌شونده شرکت ورزیده مهارت و ملکه جنگی خود را به جوانان نشان دادند. هنرمندان قصر فرهنگ باشد با برنامه هنری خود خاطر اهل چاره‌بینی را شاد کردند. ایدیگول محمود، دادرجان مرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نوراباد. امروز از صبحی بر وقت نمایندگان ساحه‌های گوناگون 3 سالی، پدران و مادران دعوت شدگان، پیر و برنا، زن و مرد، سربازان و افسران قسم‌های حربی در شهر موجود بوده و جوانان و دختران صاحب اقبال دوران صاحب استقلالی در خیابان نشان دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر سراوشان جمع آمده، ورود نخستین نوازکران را که به طور اختیاری خدمت وطن مادر را عزم نمودند، بی‌صبرانه انتظاری می‌کشیدند. با افتخار گسیل با تنتن اختیاریان در این مسکن مقدس همایش باشگاهی دار گردید. نزد جمع آمدگان مسئولین مقامات محلی، حکومت دولتی شهر، پدر و مادران دعوت شدگان و جوانان خوشبخت دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با حرارت سخن راندند. به نوازکران خدمت صادقانه و پرشرف تمنا کردند. از جمله ذکر گردید که امروز خدمت در صفهای ارتش ملی ننگ و ناموس، شرف و سربلندی و قرض فرزندی هر یک شهروندی که سن و سالش به خدمت موافق است به شمار می رود. از این لحاظ فرمان اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان درباره به احتیاج جواب دادن خدمتچان حربی مهلت خدمتشان با آخر رسیده و دعوت نوبتی جوانان سالهای تولدشان 1992-2001 به صفهای قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سری وقتی محسوب یافته، این دستور مهم را هر یک جوان شجاع شهری باستانی استراوشان با خوشنودی پذیرفته است. من با خواهش خود به خدمت مادر وطن رفته ایستادم، برای آن که وطنم تاجیکستان، جوانان عزیز، به همه شما دعوت به عمل می آورم که بیایید صداقت خود را نشان دهید و همه یک جای مرز و بوم وطنی تاجیکستانمان را حمایت نمایید. مورد ذکر است که توفیلی فعالیت پرثمر کارمندان شعبه بخش های ترغیبات تشویقات جوانان و ورزش، زنان و اولیه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و کمیسریت حربی، تعداد جوانان خدمت حربی را به طور اختیاری قبول نموده نسبت سالهای پیشین خیلی افزوده. در روز نخستین دعوت بهارانه جوانان غیر و دلیر آمادگی خیش را برای خدمت به وطن مادر بیان داشتند. برنامه رنگین کنسرتی کارمندان بخش فرهنگ شهر را دعوت شدگان، پدر و مادران، سربازان قسم های حربی در استراوشان مسکن داشته و شرکت کنندگان همایش شاد و خرسان پذیرفته تا دیرگاه رقص و بازی کردند. مزروت بابازاده از شهر استراوشان برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، اون همه خبر گزارش را که تلویزیون سلا با دستی ما رسید منظور شما نمودیم. برایتان بهترین خوشی زندگی را تمنا داریم.